با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای ایران و دنیا، خدمت هستم که چند تا کلیپ از بلیستد اومده بیرون که قطعا باز کار بچه اطلاعات هست. ما به نوبه خودم تشکر میکنم ازشون. این کارا کار قشنگتون. بلیستد چی داره که میگه ما رو همون زمانی که خیلی از نسل جوان نبوده و ایشون اولی جمهور ایران بوده و و و راجع کلیپی رو گفتم راجع مکی بود تا فرض رو میزنم یه دقش کردم که بعضی رو نمیخوام باشن توش دوست ندارم باشن و ولی خب میخوام بگم فقط شما صدا رو توجه کنید، صدای چادر که ما هستی توش توجه کنید، صدای دیگه میاد صداشو میاد. خب خدمت شما هستم. خبر خیلی زیاده. بهترین خبر این هست که درگیری شهید بین شرکت سازمان وزارت برق و گاز و آب یعنی یک چی نوشته ولی من ستاش خبر دارم که سه وزارتخانه آب بخش رو قطع کردن، گازش هم قطع کردن و اینا حدود 30 سال که پرداخت نکردند. حالا اینا هم به کنار، جالب اینجاست که خود وزارتخانه دولت یعنی به جنافه بعد حق گرفتن از قوه قضاییه، حق گرفتن آمده اینا قطع کردن و یکی از جایی که پول بخش پول آبش پرداخت نکرده لولاش بردن لولای کف کندن بردن، یعنی تا این حد چون کنترل چیز باز کردن بستن و بردن و اصلا براش اهمیت نداره و این یعنی شروع اون چیزی که در درون خود حکومت شروع میکنه به حساب پایار خراب کردن. خیلی چیز قشنگ خوبه کارمنداش برای صفاشون بکن، آب که نیست، برق که نیست، گاز نیست، چیکار میکنن چی بگن استراحت توفیق استراحتی کنن. آقای رئیس قوه قضاییه باز به من دوستان میخواه از امشب سعی میکنم دارم تمرین میکنم و بعدی بیرا بیران بدره حقشونه ولی یک لغمه من یک کلمه من نمیتونم نگم، حرام لغمه نمیتونم نگم، حرام لغمه حرام لغمه هستن دیگه، حرام لغمه همه چیش نهفته هست، همه چی توش هست دیگه. وقتی من حرام لغمه دیگه بدونید اون چیزی هم که من میگم فلان خوردید اونم حرامه، لغمه حرامیه تو حرام لغمه که دیگه خاصی زاستون هست. چون شازه تاکید کردم برای فواشی کردن فلان ها، هرچند من کارم فقط حکومتی هست، سلاح من این بوده تا حالا ولی چشم ادب در اطاعت هست. ما از این بعد فقط حرام لغمه رو میگیم دیگه، امیدوارم این یکی روش بگیرین قلم حرام لغمه چیز بدی نیست ولی توش همش چیز نهفته است. آقای رئیس قوه قضاییه حرام لغمه اصلا دروغگورم که میگم، این خمه دروغ میگن دیگه که پشت نیست دیگه، یعنی واقعیت محض. آقای رئیس قوه قضاییه حرام لغمه آقای محسن اجری فرمودن که گوش شنوایی برای شنیدن اعتقادات داریم خوردی با جد آباده داری. آره دیدیم چیکار کردی، چرا قیافت اینقدر به هم ریخته است، چرا چی ترسیدی بعد وقت بیچاره. وزارت کشور شهرداری خرمات، وزارت کشور به شهرداری هم دستور داده باید حوزه حجاب شود. پدرتون هم نمیتونه، شهردار که هیچی نمیتونید، زیرش موندید و زنان روتون رو کم کردن دمشون کرد. جلسه مردانه مجلس درباره قانون تحمیل حجاب اجباری به زنان، بازی رو باختید، همه جا باختید، خود سرگرم قضیه نکنید، مردم دیگه سرگرم قضیه نمیشه، مردم از قضیه گذشتن، حجاب هم گذشتن تماشا بکنید. ببینید خامنه ای برداشت گفتش که چی، ما حبات ندیم، ما جنگ باشی نداریم، ما فلان هم خیلی گفتن دیگه نه. اما ببینید که معاون ارتش جمهوری اسلامی چی میگه، چون ارتش میخواد به خامنه بگه که تو خلاصه حرام لقمه ای، تو لقمه حرام خوردی، میخوری حرفی حرام میزنی، چیز زیادی خوردی، شکر خوردن هم بد نیست. معاون ارتش جمهوری اسلامی نقش پهپاد در جنگ اوکراین بسیار داره اهمیت است. من قبلا به خامنه ای گفته خلاصه خودتونید، ما ارتش نمیتونید رو بهتون بگیم، حالا این چیز یه حرف نمیدونم ولی خب گفت این حرفو، نقش پهپاد در جنگ اوکراین بسیار داره اهمیت است. فعال سیاسی حامی حکومت خیلی حاضرند جریمه یک ماه بیهجابی رو یک جا بدهند. چی میخواد دیگه، بحث پوله، همشون مشکل پول دارن، زهر که نیست زورم نیست. آگه استخدام ده بانک ملی دوستان، آگه استخدام خودتون میدونید دیگه، اینا فقط میخوان مثلا 1000 استخدام کنن، 100,000 استخدام کنن، اون پول پیش میگیرن و چه اینا میخوان تو بی پولی کار شرکت نکنید، چون اگه 1000 نفر میخوان 1200 نفر از قبل رزرو دارن خودشون،
شرکت هم بکنن نکن شما نکنید نکنید. حالا آمده جاله که معدل آورده پایین، قبل معدل فرانتا خود هم حتی 14 هم آورده پایین، حتی پایین هم میره، ولی شما ها شرکت رو انتخابی برای استخدام هیچ کنون شرکت نکنید، چون اینا پول ندارن. 100,000 نفر هم برای شما 100,000 یک کلیم خوب از این بذارم. چند تا دوستان من انتقاد که آمام امید این اروپا گفته اینجوری هستن، دوستان عزیز من شاید یه مفتی حرف نرم پف نمیزنم. من راجبه که از کی فهمیدم که حکومت که اروپا سوق و ساقط خواهد شد آمریکا رو بهتون میگم، یه کلی بعدی میذارم قطعا اینا صحبت کنم که یه خورده با دقت گوش کنید، به دردتون میخوره، به درد آیندهتون میخوره. علم اقتصاد یک علمی نیست که دانشگاه درس بدن، یه علم ذاتیست. دانشگاه بهش پروانه یه خورده فرمولا ساده میکنه. علم اقتصاد این هست. حالا بعد براتون صحبت میکنم چجور شد که اروپا به اینجا رسید و چجور شد که به نابودی خواهد رسید. طبق قاعده و اصول و قواعد بهتون میگم، با منطق بهتون میگم. باشه؟ نماینده رباط کریم خبر داد، حالا تو دوانه رخم تعیین میکنه، دولت میخواهد پول آزاد شده عراق را به ظاهران حج بدهد. اولا عراق ایران پول نمیده، دوما نمیده، سوما نمیده. بچه اگه بخوام چه کاری هم بکنه که داری میگی، قطعا اونا با عربستان بستن، چون ببینید عربستان محتاجی پولاست، محتاجی زعفرانات، چند تا نمیرن دیگه، دو سال که نرفتن کلا. پس عربستان به عراق گفته این پول بده باید زوار مجبور بشن بیان بخاطر این پول و الاخر پول به دست شما نمیسته. شما رو دیگه میشتازن، دندون شما رو شمردن. آره میخوام بدم به اونا حواله شد بهش بدم تو عراق توی اون پول هتل نبا خود جانده شما پول نه. عربستان خودش هم الان پاشویه خوب میگه هر کس بازی روزگار وصل خیش. من چندی ما رو گفته بره که این هر اون لقمه ها باز داشت، این هر اون لقمه ها اصلشون کارش دیگه بوده، نون چی دیگه رو خوردن، کار دیگه کردن. و یه بار اون مثال زدن براتون که از خارج کشور کارشناس رو بردن و فلان بیسار به مدان هم که گفتن فلان جا رو باز کنید. معاون حوزه علمی اصفهان صنعت سکس بسیار درآمدزا و منبع درآمد بسیار کشورهاست. بریکلا به تو، آفرین به تو، بیست بوری. خیلی جالبه. تازه فهمیدی؟ نه که نمی کنن سپاهی ها نمی کنن کشور مختلف نمی برن، ولی رو میخوان رسمیش بکنید نه؟ حرف علامه هداست نه؟ پر خوندی فلان که خونده خودتون هستن، جایی که آب هست تقیمان باطله دیگه، فلان مال خودتون هستن و تو عنوان دارن. مثلا دختر رونالد ریگان یه مجره بکنن پلوی بوی جوانه قدیمی دارن، نه هست حتی کسی نمی خره. مثلا دختر ریگان، خب دختر زشتی هم بود، یه عکس روی صفحه اولش گذاشت، ازش گذاشت چند میلیون دلار بهش داد تا عکس گذاشت، ولی چه عنوان داشت مردم رو توجه کردن. و شما که عنوان دارید دیگه اشکال نداره، دختر آیت الله فلان، نوه آیت الله فلان، فلان 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 وزیر فلان وکی، اینا عنوان ها بیشتر اثر داره، خاطر تو جمع باشه. پس معاون حوزه علمی اصفهان صنعت سکس بسیار درآمدزا و منبع درآمد بسیار از کشورهاست. مبارکتون باشه، شما به شغل ابو عجدین برگشتید و اصلا قاچاق و این کارا همینه دیگه. مدیر مدرس حوزه علمیه خیلی جالبه که تو همه چیز داره که کم کم نظارت هم میکنن. موسیقی راک و متال برای ترویج خودپسندی است. بابا چه جملات قلمبه سر، بابا بیا پای با هم راه بریم، بیا با هم بریم. عضو کمیسیون امنیت مجلس، ملی مجلس، چه عجیبه. ورود پساب نیروگاه ارمنستان به عرس میتواند با سرطان در اردبیل شود. بیورزگی شماست، بیلیاقتی شماست، ناتوانی شماست، چیز خاص دیگه نیست. صد زندانی افغان در ایران به طالبان تحویل داده شد. دارن یک کاری میکنن که افغانی خوشی بشه. بعد در نهایت بهتون بگم که صحبت خواهم کرد و صحبت خواهم کرد و صحبت میکنم، چون چیکار دارم میکنم بهتون میگم، چون من مرتب در این باره در ارتباط هستم. بله. قطع آب در تهران. یک شهروند اداره آب گفت آب نداریم، با تانکر آب بخرید یا تهران برید. با تانکر آب بخرید یا تهران برید. باریکلا به شما، باریکلا به شما، آفرین به شما. دیگه کوهتون موش دارید نه؟ خبر تلویزیون فلسطین، تفلک فلسطینی ها واقعا ناراحت میشه. اونم چیز حقوق شما ده پایین.
هر یک از اهالی غزه و کرانه باختری هر سه ماه 20 میلیون تومان یارانه از ایران دریافت میکنند. البته با یارانه با ارز فلان دیگه. خلاصه تفلی ها ناراحت بنه خود اومده پایین هزینه هاشون که قبلا بیشتر بوده درآمدشون. استاندار تهران نمیدونم نه چی فکر من چی پرس کردم. بابا خودتونه، جد و آبادتونه. 25 هزار خانه خود در استان تهران شناسایی کردیم. جهت اطلاع بگم در تهران بالغ و 2.5 میلیون خونه خالی است، همش هم در ید بانک های خصوصی هست. 2.5 میلیون خونه، نه 25 هزار تا. در شهرهای دیگه هم نزدیک 1 میلیون هست که 3.5 میلیون خونه خالی هست. نتایج یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خیلی فعال شد تا دیگه هم. بیش از 40% پایان نامه های مقاطع ارشد و دکترا کپی برداری است. بابا عجب آدمی هست، اصل خود بوده شیرین هست، خود هم میدونند خوشی مصری برای همی داره میاد. بوده قبلا هم بلا جوریگه بوده و پول پولی هم شده. خلاصه خیلی خوبه. پناهیان پاچخار معروف وزیر فلان چیز آقای فلان. مشکل اصلی کشور دزدی و رانت نیست، مشکل اصلی کشور شما هستید، همین حرفاتون هست. پس مشکل اصلی کشور چیه؟ خب بگو چیه لاغه با بدون در مشکل کجاست. رانت و اینا نیست، مشکل اصلی کشور دیگه است. آقای پناهیان لطف کن افتخار بده ما رو مستفیض کن و بگو. باز آگهی زیاد شد، زیادتر شده، امتیاز بیشتر شده برای اروپا و جای دیگه. آیا میخواید در اروپا کار کنید؟ با ما تماس بگیرید. حالا باز کشوری گفتن که فقط هیچی نه زبان نه هیچی نمیخواد، فقط خودتون کار اشتغال ایجاد بکنید. اینا رو بعدا تو هم کلیپ بعدی شاید دیگه باش بگم، تفصیل باش بگم. سخنگو وزارت خارجه ایران: همکاری دفاعی ما با روسیه مقدم بر جنگ اوکراین است. دیگه خودشون میگه وزارت خارجه گفته دیگه. بانک مرکزی تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه را 59.7% اعلام کرد. باش ما 59% قبول میکنیم. آقای رئیسی چی میگفتین دیروز پیروز؟ مشکلات من نمیخوام ببینم پیشرفت رو. 59% کمه؟ بیش از یه حرف هست. باز آگهی دیگه دارم اقامت در هلند. ببین دقت دوستان، اقامت هلند به روش خود اشتغالی و خیلی شرایط دیگه گذاشته که خب ما جدیدا بگم که زیاد چیز نشد. اما آقای محسن رضایی استعفا کردن از معاونت اقتصادی دولت، اما پست بالاتری گرفتن. رسانه ایران از کنارگیری محسن رضایی از معاونت اقتصادی ابراهیم رئیسی خبر دادن و پست گرفتن خامنه‌ای گذاشتش. حالا میرم پستم از میخونم. گزارش مرکز پژوهش مجلس: 90% آثار علمی تقلبی است. سالیان سال گفتیم، حالا شما بیدرسته بازم خوبه. سخنگوی وزارت خارجه ایران: توافق موقت یا ترتیبات جدید را تایید نمی کنیم. خامنه‌ای که دولا شد، هر چی گفتین که داره کسی دید. اونا خودشون مشکل دارن. تو کلی بعدی میگم، کلی بعدی دوزنم گفتم اینا. رئیس کل بانک مرکزی: بزرگ نمیر بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد. 100 میلیارد دلار در کشور مختلف داریم که باید آزاد کنیم. برو بکنید. میخندم، خیلی آدم مشخصه، خیلی سر حال قبلاقه. دارید تو بده میگیرید اگر راست میگید. بریم بگیرید. تعطیلی پردیس سینمای ملت به دلیل پرداختنگر قبض آب. ماموران سازمان بخش لوله آب سینما رو بریدن و به خود بردند. این چیه؟ کم کم قانون جنگل. فرماندار ماهآباد، این هم نیدونم چی فرض کرده. آقای فرماندار تو چه حرفو میزنی؟ صدای انفجار از سمت پادگان ارتش به خاطر مینهای قدیمی بوده. خود به خود موجه شده نه؟ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: ساعت خواب آقا چیز نشده، چرت نیمروزتون به هم نخوره. در بررسی لایحه حجاب از نظرات صاحبان اندیشه و خرد استفاده میکنیم. شما دیگه خندیش انشان چه چیه؟ خیلی یعنی چی؟ یعنی بذارید برید. اگر دوباره نه هستید همین تو همین چیکار کار مردم دارید؟
گند هر چی تو این چهل گندی بس کنید. این حرف به جایی نمیرسید. آقای جوسترس هم که کنترل امپراتوری خود رو پسرش واگذار کرد. مبارکش باشه. مبارکش باشه، مبارکش باشه. آقای جوسترس. خودت به باد دادی. همش به باد میره و حقت هست. بوران کمین آب در تابستان. روز یک شنبه برای ساعت آب در تهران و مشهد قطع بود. موزل تامین برق و ایران برق سه وزارتخانه قطع شد. آقای یه آمدن نمیدن نه از خوابیدن تو کوچی گاف خوابیدن کنی حرفا رو میزن که آدم شاخ در میره. واقعا نماینده خامنه‌ای در خراسان شمالی الان بازار بوتیک و لباس همه خوابیده. آقا ساعت خواب در فضاهای مازاد دولتی نمایشگاه پوشک اسلامی برگزار شود. یه حرفی زدی نگم گنگی نه؟ خب عربستان اشتباه بزرگی تاکتیک رو انجام میده. گفتم تو کلیپشم گذاشتم، بازم میخوام بگم که طرف رفتن به طرف چین و روسیه خودکشی محضه. خلایق هرچی لایق. این شاه ایران بود میخواد شما رو آباد کنه، آزادتون کیف کنید. لیاقت میخواد. لیاقت نداشتید، ندارید و نخواهید داشت. استعفای برادر محسن از معاونت اقتصادی دولت رئیسی سمت جدید دبیر شورای هماهنگی سران قوا. خب خدمت شما هستم که یک کلیبی رو تا صبح قطعا میزنم به هر نحوی باشه، حتی با اگه حالا میزنه با غیرت این کار خواهم کرد. کلیپ خوبی خواهد شد، مثلا اقتصاد آینده اروپا، آینده آمریکا و هر کشور، تمام کشور شما هم یه دهکده جهانی شد که تیزا اینا اثر داره و ما با جوانی ما آینده بدونن که چه راهی رو برای چه کاری انجام بدن که وارد این دام ها نشن، وارد بازی ها نشن. خب یه دوست دیگه مطلبی نوشته بودم برای من، امیدوارم پیدا شما سریع. ببینید گفته دوستان این کلیپ مشخص نشد چه دستور پدافنده کلیپ واسه راجع به زدن هواپیمای محلاتی اینا. ببینید دوستان این واضح و مبرهن است. هواپیما به طرف اهواز میرفته، من هم روز خودم گفتم بودم خوزستان بودم، میرفته فرودگاه اهواز اصلا بسته بوده، پس کجا میرفته مشخصی بی برمه حرکتش نزن و رفته و گفتم پروگرام باز میکنم. یک دومن آقای کروبی میاد یک نوار رو پخش میکنه خانواده این کسی کشته شده اونجا و صدا اینا میاد که میگن دو تا خلبان میاد میگه دو تا میگه عراقی دو طرف ما هستن و میگن دو دقیقه فرصت دارید تصمیم بگیرید، یا میریم بسره میشید یا ما میزنیم. بس صدای مبهم و درهم میاد که هیهات من زله، یعنی ما شهید میشیم. دروغ محض آقای کروبی. تو هم دیگه خواست مشخصی بده، چون اصلا هواپیما فوکر سیم اصلا جعبه سیاه نداره، همه تو میدونید نداره و این بازی است که در آوردید و سر خودتون میاد بدون برو برگرد. ایام بکام، روزگارتون خوش.